سلام خدمت همراهی همیشگی جهان آرسی، امروز در خدمتتونیم با یک سوال متداولی که اکثرا توی دایرکت ها از ما میپرسید یا تو کامنت های وبسایت، که تفاوت پک های مختلف مینی 3 پرو توی چه مدل هایی هست، در اصل به خاطر چی این تفاوت پک ها با هم اختلاف قیمتی دارن. ببینید، موضوع اصلی که هستش این رو به خاطر داشته باشید، تو هر سه پک موجودی که کمپانی ارائه کرده مشخصات فنی پرنده یک چیز هست، فقط اختلاف توی ریموت کنترل ها هستش. یعنی پک اول فاقد ریموت کنترل، مناسب افرادی که از قبل دستگاه ایر 2 S، مویک 3، مینی 2 این موارد رو داشتن که ریموتشون یکسان هستش، میتونن از همین پرنده نسخه اول استفاده کنن. الان که ویدیو رو داریم رکورد میکنیم تقریبا اواسط مرداد ماه هست، هنوز این پک توسط کمپانی دی جی آی ریلیز بازار نشده. دو پکی که الان حال حاضر ریلیز بازار شده و موجود هستش، پک ریموت استاندارد، ریموت اسمارت هستش. تفاوت این تو پک به این صورت هست، پک ریموت استاندارد که مثل ریموت های مینی 2، ایر 2 S و اینها، یه ریموت استاندارد و ساده است که تلفن همراهتون رو روش قرار میدید برای دریافت تصاویر و موارد نرم افزاری. و پک بعدی پک اسمارت هستش که توی پک اسمارت دیگه شما نیاز به اون تلفن همراه ندارید. فقط خاطر حضور داشته باشید، این رو مد نظرتون حتما قرار بدید، پک ریموت اسمارت، یعنی ریموت اسمارت ارائه شده برای مینی 3، ریموت اسمارت حرفه دی جی آی نیست. یک ریموتی هستش که تنها یک مانیتور داره، یعنی نه خروجی HDMI داره، نه خروجی های حرفه ای به شما میده، نه اون اصطلاحا برایتنس بالا رو به شما ارائه میکنه، نه اون حالا اصطلاحا خروجی تایمی که مثل RC Pro هستش. بهتون هیچ کدوم اینها توی این ریموت اسمارت نیستش. و شاید حتی افرادی که حالا تا امروز که داریم با شما صحبت میکنیم، بحث 15 مرداد ماه که در واقع داریم ویدیو رکورد میکنیم، حتی خروجی RTMP هم نداره. یعنی کسایی که میخوان کارهای انتقال تصویر انجام بدن و میدونن RTMP چی هستش، ریموت اسمارت مینی 3 قابلیت رو نداریم. در صورتی که اگر ریموت معمولی رو بگیرید، تو خروجی گوشیتون میتونید توی نرم افزار RTMP رو تعریف بکنید که خب خیلی ارزنده هستش اونهایی که میدونن RTMP چی هستش. این از این. مورد بعدی که هستش بحث پک های کومبو هستش. توی دستگاه قدیمی ما دستگاه ها مثلا به این صورت بود، پک کومبو، پک استاندارد. توی دی جی آی الان از یه مدت مثل دستگاه دی جی آی FPV به بعد اومده یه سری پک رو که اصطلاحا پک کومبو بود رو به اسم پک مورکیت مجزا ارائه می‌کرد. اینو قدیم تر هم رو مویک 2 این کارو کرده بود که پک کومبوش پک مجزایی بود، یا اصطلاحا مثل پک مورکیت ارائه می‌کنه. پک مورکیت ارائه شده هم برای این دستگاه دو تا پکه، یه پک استاندارد و یه پک پلاس. تفاوتش هم همون باتری هستش که خود دی جی تاکید داره که باتری استانداردش اگه اشتباه نکنم حدود 30 دقیقه 30 خورده دقیقه تایم پرواز داره، پک پلاس هم حدود 40 فکر کنم 3 4 5 دقیقه هستش یا 7 دقیقه، خاطر حضورم دقیقاً نیست، به شما خروجی پرواز میده. پک پلاسش عموما خب بیشتر افراد فکر کنم پلاسش رو تهیه میکنن و کاربردی تر هستش، شاید یه مقدار فکر کنم 2 میلیون تومان گران تر باشه، ولی پک پلاس عموما کاربردی تر برای کاربران. دو پک پلاس هم تا جایی که خاطر حضورم هست، دو تا باتری، هاب شارژر، کیف ملخ های یدک و همین فکر کنم همین ها باشه چیزایی که خاطر حضورم هست. امیدوارم که سوال رو کامل پاسخ داده باشیم خدمتتون. باز هم اگر هر سوالی بود لطفا توی کامنت ها از ما بپرسید و درخواست بدید تا بتونیم کامل راهنماییتون کنیم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.